کتاب بررسی معیار امامت و رهبری در قرآن اثر احمد علی طاهری به همت مؤسسه بوستان کتاب در 76 صفحه منتشر شد با توجه به اختلاف مسلمانان در امامت و مرجعیت دینی پس از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله علی علی منطق اسلامی حکم می کند که فقط یکی از راه های اختلافی صادق است و هر دو طرف نمی تواند در موضع حق باشند اثر پیشرو با هدف کشف دیدگاه راستین به بررسی و تبیین میزان امامت و رهبری بعد از شهادت رسول خدا صلی الله علیه علی می پردازد. با صرف نظر از آیات بسیاری که به اعتراف مفسران شیعه و اهل تسنن درباره امامت و رهبری امیر المؤمنین علی علیه السلام نازل شده این کتاب فقط مضمون و مفهوم یک آیه قرآن را که بیانگر میار امامت و رهبری است تحلیل و بررسی می کند سپس صلاحیت هر یک از اصحاب پیامبر خدا صلی الله علی علیه و آله را که برای آنها ادعای امامت و رهبری شده است با آن میزان می سنجند. این اثر در سه فصل تعلیف شده است که عناوین فصول آن عبارتند از بررسی و کندوکاو مفاهیم معیار امامت و رهبری در قرآن و امامت و رهبری پس از پیامبر صلی الله علیه و آله مهمترین شرطی که در آیه 124 سوره بقره برای امام معصوم علیه السلام ذکر شده است این است که امام ظالم نباشد و در تمام عمرش هیچ انحراف فکری و عملی نداشته باشد و به چنین شخصی در اصطلاح علم کلام معصوم گفته می شود.